تحمل صبر میکنم. اصلا به خدا باور کن مجید جان، اصلا یعنی یک ذره اگه بگی ناراحتی اینم که بیان همین الان بیان منو بازداشت کنن ببرن، اصلا ناراحتی نیستم یک ذره. خدا میدونه فقط و فقط دلم نمیخواد این پیرزن این مادرم مثلا ببینه بفهمه متوجه بشه هرس و جوش این بخوره. میفهمم. این بنده خدا میگه این خودش میگه برو بیرون، لااقل من خیالم راحت باشه تو بیرونی از این لحاظ، وگرنه به خدا قسم اصلا یعنی بیان ببرن اصلا من همین الان بیان بگن آقا طناب دارو میخوام بندازن دور گردن، میگم آقا این مردن شرف داره به این زندگی، به این ننگ زندگی کردن، چون واقعا زندگی نمی کنیم داریم بردگی میکنیم بندگی میکنیم. میفهمم. بله مادر صدر شیرم حلاله، شیرم حلاله. ازتون تشکر می کنم. من جراحی کردم نمیتونم زیاد حد صحبت کنم، سرخانم صحبت می کنم. فکر نکنم که کاملی فکر نکنه که من مریضم، من میشه توی دریا قواوت سربلند و قوی میمونم صدای ستارم. من از اینجا از دخترم سرخانم به خاطر که من نمیتونم صحبت کنم بهش میگم صحبت کنم، من به خاطر که جراحی کردم نمیتونم زیاد صحبت کنم. سلام میکنم خدمت تمام عزیزان که حضوراً هستن و تمام عزیزانی که از فضای مجازی ما رو دنبال میکنن. تشکر ویژه میکنم از تمام کسانی که در این برنامه ما رو همراهی میکنن، حمایت میکنن و از دوستانی که در اروپا زحمت کشیدن و با بنیاد ستار بهشتی همکاری کردن تا این همایش برگزار بشه. من اصلا برنامه نبود که صحبت کنم و هیچ اصلا قصدی که صحبت کنم رو نداشتم، اما چون مادر در همین اخیراً به تازگی جراحی داشتن و نمیتونن که صحبت کنن و دکترشون تاکید کردن که اکیداً استرس و فعالیتی نداشته باشن، برای همین مادر از من خواستن که من صحبت کنم در مورد مطالبی که میخوان بگن و من نوشتم تا بتونم ریز بریز مطالب مادر رو به شما برسونم و این افتخار نصیب من شد و امیدوارم که بتونم حق مطلب رو ادا کنم. صحبت‌های مادر، اساس صحبت‌های مادر بر دو پایه استوار هست و یکی از اونها لزوم دادخواهی و حمایت و همراهی با دادخواهان. زمانی که ستار بهشتی برادر من رو و پسر مادر رو بردن و 4 روزه به صورت به شکنجه های قرون وسطایی کشتن، مادر از همون روزهای اول تنها و تنها نه به خاطر ستار که به خاطر پایان دادن به ستار کشی ها این دنبال پرونده ستار افتاد و تمام سعی و تلاش مادر بر این بود که دیگه هیچ مادری به داغ نشینه و عزادار نمونه. کما این که مادر الان 10 سال هست که پیرهن مشکی بر تن دارن و مادر همیشه میخواستن که مادر دیگه‌ای عزادار نشه. خب بالاخره مادر سعی خودشون رو کردن، نامه‌نگاری‌هایی کردن، مکاتباتی کردن با لایه‌های به قول گفته حکومت، با لایه‌های مختلف حکومت، هم از لحاظ مذهب دینی هم از لحاظ جامعه صحبت کردن و امیدوار بودن که کسانی که ادعا دارن مدعی هستن که از
حامیان و حامیان مظلومان هستن، یاری ببینن. اما خب در این کشور متاسفانه کسی نبود که دادرسی باشه برای خانواده های دادخواه و برای مظلومین مورد ظلم قرار گرفته و متاسفانه جای قاتل و خانواده مقتول عوض شده بود. و این حس تنهایی و ترس بی‌حمایتی مادر رو از 4 سال گذشته که مکاتباتشون رو نامنگاری هاشون رو قطع کردن به این نتیجه رسوندن که باید مؤسسه‌ای، بنیادی و یا انجمنی باشه که بتونه از مردم بی‌دفاع حمایت کنه، فارغ از این که چه نگرش فکری و چه جریان سیاسی دنبال میکنن اون افراد و به کجا وابسته هستن. فقط و فقط دیدگاه مادر به انسانیت، به مظلومیت اون افراد و به مورد ظلم قرار گرفتنشون هست که با این دیدگاه مدافع همش هستن. چون مادر بالاخره در فضای مجازی اخباری میرسه، خبرهایی که منتشر میشه، عزیزی رو گرفتن، بازداشت کردن، عزیزانی رو اعدام کردن، عزیزی رو در زیر شکنجه جانش رو گرفتن، مادر بارها تکرار کرده که من احساس میکنم دوباره قطار من رو بردند، دوباره ستار من رو کشتن. و اینها تماما باعث شد که مادر به فکر بنیادی بیفته برای حمایت از افرادی که در زندان به گمنامی میرن و اونجا هیچ به گروه سیاسی وابسته نیستن و از جریان سیاسی خاصی از اینها حمایت نمی کنه. و اینها سوای این که از جامعه ضربه میخورن، از حکومت ضربه میخورن، از جامعه هم ضربه میخورن. و مادر خواست که مدافع تمام فرزندان ایران صدای ستار و ستارها باشه، چرا که مادر پیراهن مشکی رو از روز اول فقط و تنها به این دلیل تن خودش کرد در این 10 سال که پرچمی باشه برای نشان دادن این که مادرهای دیگه به داغ عزیزشون نشینن و اذیت نشن. کما این که در یکی از بازجوها به ستار ما گفته بود پیراهن مشکی به تن مادرت میکنی و این اتفاق متاسفانه افتاد و جامعه عمل پوشید و مادر من سیاه پوش شد. مادر در تمام این سالها به فکر و دنبال این بودن که جز اینکه صدای ستار هستن، صدای ستارهای دیگه هم باشن، ستار کشی تمام بشه. البته این رو باید بگم، مردم عزیز ما، مردم آزادی خواه ما، از زمانی که متوجه شدن ستار عزیز چطور با چه شکنجه فجیحی کشته شده، حمایت های خودشون رو رسوندن، محبت کردن و این محبت ها امید دوباره داد برای مادر که مبارزه کنه و پرچم دادخواهی رو زمین نگذاره. البته باید این رو هم بگم، متاسفانه افرادی بودند و احتمالاً الان هم باید باشن که چه در داخل و چه در خارج از کشور به دنبال مقاصد و سودجویی های خودشون بودن و در کنار خانواده ها قرار گرفتن و از کنار خانواده ها قرار گرفتن برای خودشون کسب و کار رو به مقاصد خودشون رسیدن. و البته متاسفانه بودن که از نیروهای امنیتی، در سیستم نیروهای امنیتی افرادی به عنوان یاری دهنده همراه اومدن و به خانواده ها نزدیک شدن و با پیشنهادهایی و با نظراتی که دادن خانواده ها را از مسیر و راه اصلی دادخواهی دور کردن.
اما این رو هم باید اینجا بگم که من به چشم دیدم و واقعا این رو لمس کردم و مادر بارها اعلام کردن که با این همه اتفاقات و فتنه هایی که پیش آمد باز هم حرمت خون عزیزانمون راه درست رو عزیزان ما خون پاکشون مقابل راهمون قرار دادن و راه درست رو خانواده ها رفتن. برای همین مادر بنیادی رو خواستن در کشور تأسیس کنن از 3-4 سال پیش و زمانی که من شنیدم که چندین بار این درخواست رو داشتن که توی کشور خودمون این بنیاد رو پایه‌گذاری کنن، اما متاسفانه قبول نکردن و نشد و به خاطر همین مادر از عزیزی که مادر بهش مطمئن هست از ایشون خواست درخواست کرد که در خارج از کشور این بنیاد رو تأسیس کنن و پایه‌گذاری کنن و اساسا مادر در تمام صحبت‌هاشون و در تمام حرفایی که میزنن این بنیاد رو بنیاد اختصاصی نیست، این بنیاد مردمی هست و مادر آرزو دارن که این بنیاد بنیادی باشه که مردم بهش تکیه کنن و حامی خودشون بدونن و این بنیاد رو با کمک مردم و با حمایت مردم و با همراهی مردم برای مردم این بنیاد رو تأسیس کردن. این بنیاد هیچ ملک خصوصی نیست، نه برای سحر بهشتی، نه برای ستار بهشتی، نه برای گوهر عشقی، نه برای هیچ کس دیگه. و مادر گروهی رو جمع کرده که حقیقتا میتونم بگم این گروه از مردمی ترین افراد هستن که در کنار خانواده ها، در کنار گمنامان، در کنار مردم ایران ایستادن و همراهی میکنن و امیدوارم که به زود در اتفاقات خوب این بنیاد چون داره کارهای ثبتش رو انجام میده به زودی کارش رو انجام بده و کار اصلیش رو شروع کنه. البته الان هم باز کارهایی رو انجام میدن اما در حد محدود و میخوام این رو بگم که مادر چندین نفر ادهی خب بالاخره دوستانی که نگران بودن به مادر بارها یا تماس گرفتن یا حضورا اومدن و پیام‌هایی که دادن، در پیام‌هاشون از مادر خواستن که از تشکیل بنیاد صرف نظر کنن، چرا که بالاخره مشکلات و مشقاتی که این راه داره رو متذکر شدن. مادر به تمام این عزیزان در جواب گفتن که همونطور که از روز اول صدای دادخواهی و فریاد ستار رو با صداقت، با مظلومیتش و با تمام وجودم به گوش دنیا رسوندم، همینطور هم به پای بنیاد مقاومت میکنم و بدون در نظر گرفتن تمام موانع به خاطر اینکه ستار کشی ها تمام بشه و ستارهای دیگه ای رو گرفتار نکنن، من این بنیاد رو تشکیل میدم و نگاه هم به آینده است، آینده ای که مردم ایران این بنیاد رو برای خودشون بدونن، بنیادی مردمی و تنها و تنها برای اتحاد بین مردم ایران هست. مادر ستار بهشتی مادری دادخواست که به هیچ جریان سیاسی وابسته نیست و در کنار مردم ایران مادر بارها گفتن من ایستادم و از روز اول دادخواهی مادر لحظه ای عقبگرد نداشتن، کمایه این که مادر و ما معتقد هستیم و بودیم که ستار عزیز ما در راهی قدم برداشت که راه آزادی، صداقت، انسان دوستی، وطن پرستی و ایران دوستی بوده.
و یک صحبت دیگه که باید به اینجا گفته بشه، عزیزانی که در اینستاگرام از من سوالهایی میپرسن و میگن که البته این مادر در مصاحبه خودشون هم گفتن اما من لازم میدونم که اینجا اضافه کنم، عزیزانی که در اینستاگرام از من سوال میپرسن که آیا مادر به کل این بنیاد اشراف دارن، در چه حدی مادر دخالت دارن و دخیل هستن. مادر خودشون در مصاحبه گفتن اما من باز هم تکرار میکنم اینجا که مادر از تمام حتی ریزترین مسائل بنیاد ستاره بهشتی در جریان هستن، دوستان به اطلاع مادر میرسونن و حتی پیام ها یا پیشنهاداتی که عزیزان به مادر برای مادر میفرستن دوستان به مادر میرسونن و مادر تمام پیشنهادها رو گوش میده و متقابلا جواب میده و به عزیزان منتقل میشه. خواستم اینجا بگم بنیاد کاملا تحت نظر مادر هست و این رو خواستم باز هم اعلام کنم که بنیاد ستاره بهشتی برای خانواده ستاره بهشتی یا مادرم گوهر عشقی و یا خودم سحر بهشتی نیست، متعلق به تمام عزیزان هست، متعلق به تمام مردم ایران هست برای اتحاد و همدلی. امیدوارم همیشه خوب و خوش و سلامت باشید. من تشکر میکنم از تمام عزیزانی که در تهیه این برنامه همکاری کردن با بنیاد ستاره بهشتی و ممنونم از دعوت بنیاد ستاره بهشتی. مرسی مامان.